موضوع این ویدئوهای آموزشی زمیرهای تأکیدی و انعکاسی هستند اینکه چی هستند چه فرقی دارن چطوری از هم تشخیصشون بدیم و چطوری ازشون استفاده کنیم ازتون خواهش می‌کنم تا آخر این ویدئوی کوتاه با من یعنی مالک میرزایی همراه باشید اول یه مقدمه کوتاه برای شروع با چند تا مثال فارسی شروع میکنیم این جمله من خودم کفشایم را واکس زدم و این جمله من خودم رو توی آینه دیدم این دو تا جمله با هم چه فرقی دارند؟ فرق کلمه خودم توی این دو جمله چیه؟ در جمله اول خودم نقش تأکیدی داره. کننده کار از کلمه خودم استفاده کرده تا تأکید کنه که خودش کار واکس زدن رو انجام داده. پس کلمه خودم در اینجا نقش تأکیدی داره. اما جمله دوم من خودم رو در آینه دیدم. چه کسی رو دیدی؟ خودم رو. پس در جمله دوم خودم مفعوله و چون فائل و مفعول یکی هستن بهشون میگیم زمیر انعکاسی پس توجه کنید کلمه خودم در جمله اول نقش تأکیدی داره در جمله دوم نقش انعکاسی در زبان انگلیسی این دو نقش رو با کمک زمایری به نام زمایر تأکیدی و انعکاسی نشون میدیم زمایر تأکیدی و انعکاسی اینا هستن این زمایر در جمله نقش تأکید و انعکاس رو به عهده دارن به معنی و تلفظشون دقت کنید myself myself خودم yourself yourself یعنی خودت himself himself خودش این برای افراد مذکر استفاده میشه کلمه بعد herself herself خودش این کلمه برای مؤنث ها استفاده میشه itself itself اینم یعنی خودش این برای حیوانات و اشیا استفاده میشه کلمات بعدی اینا هستند. ourselves ourselves خودمان بعدی yourselves yourselves خودتان و این یکی themselves themselves خودشان حالا که این کلمات رو شناختیم نقشاشون رو جدا جدا بررسی میکنیم قسمت الف نقش تأکیدی گفتیم هر وقت بخوایم بر نقش فاعل در جمله تاکید کنیم از زمیر تأکیدی استفاده میکنیم از زمیر تأکیدی برای این منظور باید زمیر تأکیدی رو یا بعد از فاعل بیاریم یا در آخر جمله یعنی یکی از این دو ساختار فاعل به زمین زمیر تأکیدی به بقیه جمله یا فاعل به جمله به اضافه زمین تحکیلی در آخرش مثال اول He himself repaired a car دوباره He himself repaired a car او خودش ماشین رو تعمیر کرد خب زمان این جمله گذشته ساده است یعنی کاریه که در گذشته انجام شده و به پایان رسیده هی ای در اینجا چه نقشی داره؟ چه کسی ماشین رو تعمیر کرد؟ هی او پس هی ای در اینجا فائله بعد از فائل هیمسلف یا زمیر تأکیدی اومده هیمسلف در اینجا نقش تأکیدی داره تأکید بر اینکه او این کار رو انجام داده در واقع تأکید بر فائل همین جمله رو میتونیم به فرم دوم بیان کنیم میتونیم به این صورت بگیم He repaired the car himself He repaired the car himself او ماشین رو خودش تعمیر کرد توجه کنید این بار زمیر تأکیدی himself رو در آخر آوردیم در آخر جمله در اینجا هم زمیر تأکیدی هیمسلف بر نقش هی یا فائل داره تاکید میکنه داره تاکید میکنه که او خودش ماشین رو تعمیر کرده مثال دوم این جمله رو ببینید you yourself have to clean the room you yourself have to clean the room یعنی تو خودت باید اتاق رو تمیز کنی ببینید you فائله. چه کسی باید تمیز کنه you شما وقتی میگیم yourself یعنی تاکید میکنه بر نقش فائل که یو باشه تاکید میکنه که خود فائل باید این کار رو انجام بده در اینجا زمین تاکیدی yourself بعد از فائل اومده میتونستیم در آخر جمله بیاریمش اینجوری میگیم you have to clean the room yourself you have to clean the room yourself تو باید اتاق رو خودت تمیز کنی این بار اول جمله رو به صورت کامل آوردیم و در نهایت زمیر تاکید یورسلف رو در آخرش اضافه کردیم. میریم سراغ بخش بعدی، نقش مفعولی یا انعکاسی. قسمت ب، زمیرهای مفعولی یا انعکاسی. گفتیم زمیرهای صرف میتونن نقش مفعول رو هم ایفا کنند. این زمانیه که فاعل و مفعول یکی باشند. مثلا میگیم They heard themselves. They heard themselves. اونها خودشونو مجروح کردن یا اونها خودشونو زخمی کردن خب سوال اینه چه کسی مجروح کرد اونها پس اونها میشه فاعل اونها چه کسی رو مجروح کردن خودشونو پس themselves میشه مفعول این یعنی اینکه فاعل و مفعول یکی هنو کلمه themselves نقش مفعولی یا انعکاسی داره نکته که در اینجا باید بدونید اینه که این جمله تگ مفعولیه در جمله های تگ مفعولی ضمیر سلف بعد از فعل میاد بعد از فعل میاد و نقش مفعول رو بازی میکنه ببینید themselves بعد از فعل هرد اومده و مفعول جمله است اما چیزی که هست اینه که جمله همیشه تگ مفعولی نیستن بعضی وقتا دو مفعولی هن. مثل این جمله سوزن باد هرسلف بوک دوباره سوزن هرسلف بوک سوزان برای خودش یک کتاب خرید زمان جمله گذشته ساده است باد گذشته فعل بیقاده بای هست به معنای خریدن میگه سوزان واسه خودش یک کتاب خرید خب بذارید مفعولا رو بررسی کنیم میپرسیم سوزان چی خرید؟ کتاب خرید برای چه کسی خرید؟ برای خودش پس این جمله دو تا مفعول داره مفعول اول بک یا کتاب هست که مفعول شیعی نامیده میشه مفعول دوم هرسلف هست هرسلف که یک زمیر انکاسیه و به اون مفعول شخصی میگیم خلاصه اینکه در اینجا هرسلف نقش مفعولی داره نقش مفعولی یا زمیر انکاسی که بهش میگیم مفعول شخصی در مجموع برای ساخت جمله های دو مفعولی دو تا ساختار وجود داره این ساختارها فائل به اضافه فعل به اضافه زمیر شخصی یا انکاسی به اضافه مفعول شی. جمله رو که مثال زدم طبق این قاعده درست شده بود ساختار دوم اینه فاعل به اضافه فعل به اضافه مفعول شعی به اضافه فور به اضافه مفعول شخصی یا زمیر انکاسی همونطور که میبینید در ساختار اول زمیر انکاسی بعد از فعل میاد اما در ساختار دوم در آخر جمله و بعد از فور میاد یعنی قبلش باید فور بیاریم این جمله رو ببینید در واقع همون جمله قبلیه که با ساختار دوم درست شده با قاعده دومی میگیم سوزان 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 برای خودش یک کتاب خری قاعده کلی اینه که بعد از فعل باید مفعول ها رو بیاریم در روش اول اول مفعول شخصی بعد مفعول شعی رو میاریم راه دوم اینه که بعد از فعل مفعول شعی رو بیاریم در این صورت بعدش حتما باید فور بیاریم یعنی اول مفعول شعی بعدش فور بعدش مفعول شخصی یا زمیر انکاسی به عبارتی اگه مفعول شخصی رو آخر جمله بیاریم حتما باید قبلش فور بیاریم اینو همیشه به خاطر داشته باشید یه مثال دیگه I made myself a cake I made myself a cake من برای خودم یه کیک درست کردم حالا فرم دوم I made a cake for myself I made a cake for myself. من برای خودم یک کیک درست کردم. در هر دوی این جمله ها کیک مفعول شعی و myself مفعول شخصیه. مفعول شخصی یا زمیر انکاسی. حالا برای تمرین هم که شده همین جمله ها رو به صورت تحکیدی میخونیم. گفتیم برای زمیر تحکیدی هم دو تا قاعده وجود داره. یکی بعد از فائل یا در آخر جمله. پس میگیم I myself made a cake. یا yeah. I made a cake myself معنی هر دو جمله میشه من خودم یک کیک درست کردم توجه کنید که در جمله دوم قبل از myself از for استفاده نکردیم پس این نکته مهم رو بخاطر داشته باشید اگه زمیر سلف در آخر جمله دیده شد به قبلش نگاه کنید اگه قبلش for داشت زمیر نکاسیه اما اگه قبلش for نداشت زمیر تکیدیه مثل همینجا حرفایی رو که توی این ویدیو گفتم رو اینطوری خلاصه میکنم زمین های سلف میتونن در جمله در نقش تأکیدی یا انعکاسی ظاهر بشن برای هر کدوم از این دو مورد دو ساختار داریم دو تا واسه تأکیدی دو تا واسه انعکاسی در نقش تأکیدی زمیر میتونه بعد از فائل بیاد یا در آخر جمله بدون فور در نقش انعکاسی این زمین ها رو میتونیم به همین دو صورت نشون بدیم به این صورت که زمیر سلف رو میتونیم بعد از فیل بیاریم یا در آخر جمله با فور به همین سادگی به عنوان آخرین مثال به این جمله ها دقت کنید جمله اول I will buy myself a dictionary I will buy myself a dictionary من برای خودم یک دیکشنری خواهم خرید خب اینجا myself چه نقشی داره؟ نقش انعکاسی نقش مفعولی یا انعکاسی چطوری میفهمیم؟ هم از روی معنیش هم از اینکه بعد از فعل اومده جمله دوم I will buy a dictionary for myself. من برای خودم یک دیکشنری خواهم خرید. خب اینجا هم معلومه که معنی نکاسی داره. اولاً به خاطر اینکه در آخر جمله بعد از فور اومده، ثانیاً از روی معنیش. خب من چه چیزی خواهم خرید؟ یک دیکشنری. دیکشنری میشه مفعول شیء. برای چه کسی خواهم خرید؟ برای خودم. For myself. پس myself میشه ضمیر شخصی یا انکاسی. جمله بعد I myself will buy a dictionary. من خودم یک دیکشنری رو خواهم خرید. اینجا کاملا معلومه که نقش تأکیدی داره. چون بعد از فاعل اومده. Myself بعد از فاعل آی اومده و این نشون میده که نقش تأکیدی داره. از روی معنی جمله هم میتونیم بفهمیم که اینطوره. I myself من خودم ببین تأکید میکنه که من خودم دیکشنری رو خواهم خرید. و جمله آخر I will buy a dictionary myself. من خودم یک دیکشنری رو خواهم خرید مایسلف در آخر جمله اومده بدون فور گفتیم وقتی بدون فور بیاد نقش تأکیدی داره برخلاف و مورد و بالا که بعد از فور اومده و نقش انعکاسی داره این درس ساده به پایان رسید امیدوارم نهایت استفاده رو برده باشید ممنونم که تا آخر منو همراهی کردید اگه ویدیو رو دوست داشتید واسهتون مفید بود لطفا دکمه لایک و علامت سابسکرایب رو بزنید اگه میخواید بیشتر به ما لود کنید برای ما یه کامنت بذارید یه کامنت انگلیسی یا فینگلیش برای همتون یه جیب پر از و تن سالم آرزو میکنم.